بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم در برنامه تدبر در قرآن کریم. آیاتی از سوره نساء رو داشتیم بررسی میکردیم که در ارتباط با موقعیت و اهمیت اطاعت از رسول صلی الله علیه و سلم مطالب بسیار مهم و بنیادین رو در بر داشت. آیه 65 سوره نساء در این باب شرطی از شروط ایمان به عنوان صادق بودن و درست بودن ایمان رو برامون به این صورت معرفی کرد که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم. قسم به پروردگارت که ایمان نمیارن، لا یؤمنون حتی یحکموک، تا اینکه تو رو حکم قرار بدن، فی ما شجر بینهم، در اون چی که در بینشون اختلاف شد. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا، بعد از این هم در بینشون، در نفسشون، در درونشون، در قلبشون، در خاطرشون هیچ گونه تنگی و هیچ گونه حرج و نارضایتی احساس نشه و در اونچه که در حکم و در فیصله تو یافتن و یسلم و تسلیما و کاملا تسلیم بشن. این آیه رو ما به طور مختصر در برنامه پیشین هم در ارتباط با اون مطالبش صحبتی داشتیم و از اونجایی که جزو محوری ترین اموری هست که در زندگی روزمره باید بهش توجه داشت و هر طیفی و هر انسانی در هر موقعیتی که هست با این وظیفه شرعی به نحوی مواجه هست، شرطی از شروط ایمان به شمار میاد. در واقع باید ما تأمل و تدبر بیشتری رو در ارتباط با مصادیق این آیه داشته باشیم. بحث سنت و مقام سنت و حجیت سنت و اهمیت سنت به طور تئوری هر کسی باش آشنا هست. ایمان به رسول، همه ایمان داریم و تقریبا یکی از اموری هست که به طور مکرر در ضمن اذکارمون، در ضمن نمازمون، در ضمن حتی اذان ما این شهادت وارد میاد تا اینکه تجدید عهد و ایمان بشه. اما تا چه اندازه ما در ارتباط با این رکن ایمانی یعنی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما انجام وظیفه میکنیم و تا چه حد در ارتباط با این رکن ایمانی حضور ذهنی داریم و تطبیق عملی در عرصه های مختلف فعالیت های فردی و اجتماعی خودمون داریم، این موضوعی هست که کمتر بهش توجه میشه. عموما ما اونچه که در ارتباط با اطاعت رسول ازش یاد میشه در برخی از فضائل هست، در برخی از فضائل هست که شاید به طور عارض برامون بگن که وقتی که بخوابید سنت این هست که به این صورت بخوابید، وقتی که از خانه بیرون بیاد سنت این هست که به این دعا رو بخونید، وقتی که به همین صورت وضو بگیرید باید سنت این هست که به این صورت آغاز کنید یا با این دعا آغاز کنید و از این نمونه های بیشتری که در بحث فضائل نقش ایفا میکنه. اما در واقع سنت فقط در فضائل نیست، سنت یا زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که وجهی از وجوه وحی الهی به شمار میاد در یک سری از فرائض و حتی به عنوان شرطی از شروط ایمان تعریف میشه. در مواردی که ما به عنوان سنت یعنی رتبه معینی از وظایف شرعی عمل یا گفتار پیامبر صلی الله علیه و سلم رو در ذهن خودمون داریم، در اون موقعیت ها خب به طور طبیعی نسبت به فرض نگاهمون مقداری ضعیف‌تر هست. وقتی که ما میگیم مثلا قبل از ظهر 4 رکعت سنت هست و بعد از مغرب
درک از سنت هست، بعد از ظهر درک از سنت هست، به طور طبیعی در مقایسه با فرض سنت رو اهمیتش رو کمتر میدونیم و میدونیم که ترک فرض گناه کبیره و به طور مطلق اگر این فرض رو رها کنید نعوذ بالله مرتکب شرک یا کفر انسان میشه. اما در ارتباط با ترک سنت ها خب مرامت و سرزنش میشه و فضیلتی رو از دست خواهد داد. آیا در هر موردی سنت همین موقعیت رو داره یا همین حیثیت رو داره، یا اینکه سنت در حقیقت در اصطلاح شریعت به بسته ای گفته میشه که به صورت وحی خفی بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شده، غیر از اون وحی جلی یا قرآنی که ما به عنوان کلام الهی ازش یاد میکنیم؟ همانطوری که قرآن و آیات قرآن هم احکام و وظائفی که درش هست رتبه بندی های مختلفی رو داره، به همین صورت سنت نبوی هم یا اون چی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از گفتار و رفتارشون یا تأییدشون وجود داره، باز هم رتبه های مختلف در بحث وظیفه شناسی به خودش میده. در قرآن هم وقتی که ما وظائف رو در نظر میگیریم، خب وظائف مختلف هست. بعضی از وظائفی که در قرآن اومده به عنوان فرض هست، بعضی از وظائف به عنوان فضیلت یا بگیم یک عمل رتبه پایین تر از فرض به شمار میاد، مستحب بهش میگیم، یعنی محبوب یا پسندیده بهش میگیم. در این موارد خب موارد زیادی هست که ما این مطلب رو داریم. قرآن کریم میگه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، قرآن شروع کردید اعوذ بالله بگید. خب ما میدونیم که اعوذ بالله گفتن فرض نیست. اگر اعوذ بالله نگفتید باز هم قرآن خوندن مانع قرآن خوندن نمیشه، یا اینکه مرتکب ترک فرضی نشدید. و به همین صورت موارد مختلف دیگری که در خیلی از مسائل متعلق به آداب ما در سوره های مثلا حجرات داریم یا در سوره نور هست، و در خیلی از موارد هم اون چه که در احکامی که در قرآن اومده به عنوان فرض یا واجب به شمار میاد. قرآن کریم میگه فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى و ثلاث و رباع، به نکاح در بیارید از بین زنان کسانی که مورد پسندتون هستن، دو تا، سه تا، چهار تا، و اگر نتونستید یکی، خب نکاح بدونیم که سنت هست و اگر کسی ترک این سنت بکنه مرتکب گناهی نشده، مگر اینکه شرایطش طوری باشه که ترک سنت موجب گناه بشه، که در این میان خب خود ذاتش یعنی ترک ازدواج انسان رو به گناه بکشونه، و در این میان خود به خود در اونجا هم گناهی مرتکب خواهد شد که سنت قرآن رو که امر هست انجام نداده. در این میان سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم یا اون چیزی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم برامون نقل شده از نظر حکمی موقعیت‌های مختلفی رو به خودش اختصاص میده. برخی از اون چیزی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم برامون نقل شده به عنوان مباح میدونیم، برخی ها رو به عنوان مستحب یا سنت میدونیم، برخی ها رو به عنوان فرض میدونیم، برخی ها رو به عنوان مکروه میدونیم، برخی ها به عنوان حرام میدونیم، و به همین صورت احکام مختلفی که در زمینه های ارکان عبادات برامون معرفی شده است. در مواردی هست که رجوع به سنت به عنوان یک منهج فرض است، نه تنها فرض است بلکه شرط ایمان است. اونجایی که اختلاف پیش میاد، اونجایی که نزاع پیش میاد، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، قسم به پروردگارت که ایمان نمیارن، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، تا اینکه تو رو حکم قرار بدن در اون چه که در بینشون اختلاف کردند. اختلافی که بینشون پیش میاد در هر زمینه‌ای میخواد باشه،
میخواد در زمینه فکر و اعتقاد باشه، میخواد در زمینه مسائل عبادی باشه، میخواد در زمینه مسائل حقوقی باشه، در هر مشکلی باشه حکم قرار بدن تو رو. و وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله نیستن، به هر حال سنت پیامبر هست که در این زمینه فیصله کن هست. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا، و بعد از اینکه تو رو حکم قرار دادن، در اون چی که اختلاف پیش اومده در نفسشون حرجی هم، هیچ گونه تنگی و هیچ گونه ناخرسندی رو هم احساس نکنند در اون چی که فیصله تو هست. و یسلم و تسلیم و کاملا تسلیم بشن، کاملا تسلیم بشن. این مفهوم قرآنی در ارتباط با وظیفه شرعی در اختلافات در هر زمینی برای انسان محک ایمان است. اونجایی که اختلاف بین زن و شوهر هست، رجوع کردن به شریعت الهی و سنت نبوی به عنوان فرض بر هر دوی زن و شوهر واجب است. اونجایی که اختلاف مادی هست، اختلافی در ارتباط با مسائل حقوقی هست بین دو نفر، باز هم رجوعی به دین و رجوعی به شریعت و رجوعی به سنت وظیفه شرعی هست. ما در خیلی موارد هست که مراجع قضایی نداریم که به شرع الهی حکم بدن. میدونیم که در خیلی از کشورها قوانینشون قوانین شرعی نیست، قوانین الهی نیست، بر اساس قوانین وضعی که گذاشتن بر خلاف شرع مراجع قضایی حکم میدن. در این چنین مواردی بر ما واجب هست که مرجع شرعی رو و حاکم شرعی رو انتخاب کنیم، عالمی رو انتخاب کنیم که در اون باب برامون حکم شرعی یا وجه شرعی رو بگه، و در پی این نباشیم که به هر نحوی شده حکم رو به نفع خودمون تموم کنیم. اونجایی که سعی و تلاشمون این هست که حکم رو به نفع خودمون تموم کنیم، در واقع تسلیمی به حکم الهی نشدیم. شرط ایمان در هر زمینه از اختلاف این هست که ما رجوع کنیم به احکام الهی و به سنت نبوی. این آیه برامون چند موضوع رو در بر داره. اولین موضوعی که در بر داره این هست که مشروعیت سنت دائم و پایدار میمونه در هر موقعیتی، در هر زمینه، در هر حالی، در هر وضعی. هر اختلافی، هر مشکلی، هر مسئلهی، هر موضوعی، سنت و رجوع به سنت که طبیعتاً بعد از نصوص کتاب و قرآن سنت نقش پیدا میکنه، وظیفه شرعی به شمار میاد. اون کسی که رو بگردونه از سنت، رو بگردونه از نصوص شرعی، در واقع رو گردونده از حکم الهی، و رو گردوندن از حکم الهی کفر است، نقض ایمان است. موضوع دومی که مطرح است اینه که سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تا قیام قیامت حجت است، و چون حجت است، محفوظ ماندن اون سنت شرط حجت بودنش است. اگر قرآن مثلا محفوظ نیموند، خب حجتی براش باقی نیموند. ما ایمان داریم به تورات و انجیل، ولی چون تورات و انجیل از جهتی تحریف شده است و از جهتی خب از نظر حکمی نسخ شده است، خب نمیتونیم ما به احکامش رجوع کنیم. و اگر تحریف شده نیبود، خب در همون تورات ما رو برمیگردوند به قرآن، در خیلی از احکامی که به طور جزئی و فرعی بود.
شرط حکمیت یا شرط مرجعیت سنت محفوظ بودنش است. در نتیجه باید به سنت محفوظ رجوع کنیم. کسانی که سنت رو حفظ کردن اهل سنت بودند، نه اهل بدعت. اهل سنت با امانت و با دیانت و با اصول علمی و با ضوابطش، ضوابطی که تا قیام قیامت تاجی هست بر سر امت اسلام و هیچ عهدی نمیتونه درش هیچ گونه خلل و هیچ گونه نقص و عیبی رو در بیاره. اصول و ضوابطی که اهل سنت در حفظ سنت و روایت سنت و حفاظت سنت گذاشتن، همون اصول و ضوابطی هست که در نقل قرآن کریم و در حفظ قرآن کریم رعایت کردن. قرآن به وسیله اهل سنت منتقل شد و سنت هم به وسیله اهل سنت منتقل شد. شکی نیست که اهل علم و علما به خوبی میدونن که روایات جعلی که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نسبت داده شده و اهل بدعت تونستن ترویج بدن چگونه میشه تشخیص داد. اصول علمی وجود داره، میشه تشخیص داد. اما اون فرقه هایی که برای خودشون کتاب ساختن به نام سنت و نسبت به اهل بیت پیامبر دادن بدون هیچ گونه اصول مبانی علمی، خب طبیعتا این چنین کتاب هایی هیچ گونه سندیت علمی نخواهد داشت و هیچ گونه ارزشی از بعد اثبات این کتاب ها و نسبت دادن این روایات به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نمیتونه به اثبات برسه. خود محققین اهل تحقیق هم اینو میگن که اگر ما بخوایم اصول تخریج یا اصول تحقیق رو در ارتباط با روایات شیعی تطبیق بدیم، چیزی از روایات باقی نمیمونه. خودشون این اعتراف میکنن. چون میتونی شما سخنهای کلام آقای کمال حیدری رو مثلا چک کنید، ایشون خودش به دقت براتون میاره، برای به طور علمی میاره که ما اگر بخوایم واقعا اصول و ضوابط علمی رو در روایت رعایت بکنیم، مشکل احادیث رو خواهیم تونست صحتش رو به اثبات برسونیم. چون اکثر کسانی که این روایت رو جمع کردن یا نقل کردن یا انتقال دادن، افرادی مغرض، افرادی دروغگو، افرادی مذهب ساز، افرادی مشکوک بودند و ضابطه علمی هم وجود نداره. اما اهل سنت با تمام وجود اختلافات فقهی که در بین مذاهب فقهی وجود داره، در بحث اصول و ضوابط تخریج و به همین صورت تصحیح و تضعیف احادیث، وقتی که گفته میشه صحح بخاری یا امام بخاری در کتاب صحیحشون آوردن، اتفاق دارن درش مال پیرو و هر مذهبی که باشن. گفتیم امام مسلم آورده در صحیحش، همشون اتفاق دارن. جمعت الامه علی صحتها، و نه اینکه فقط تقلید و کور کرده باشن، بلکه از نظر علمی تا به حال باز هم تحقیق های دقیقی رو انجام دادن و به ندرت تونستن روایاتی رو در بیارن که در ارتباط با صحت و سقم سندش بحث شده باشه. علاوه بر اینکه ده ها کتاب حدیث و صدها روایاتی که در تایید روایت ها میاد، صحت اون چیزی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل شده رو به اثبات میرسونه و اون چی که اضافاتی که در پیامبر نسبت داده شده رو باز هم در میاره. شخصیتی مثلش امام آلبانی، خدا الله رحمتشون بکنه، در این قرن سعی و تلاشی که کردن و فعالیت علمی و انتاج علمی که به کتابخانه اسلامی هدیه کردند، امت اسلام بهش افتخار میکنه. کافی هست بگی صحح الالبانی، ولی خب باز هم دروازه اجتهاد بسته نیست. باز هم هر کسی میتونه در این باب تحقیق و تفحص بکنه.
در نتیجه ما با تأکید میگیم که پیامبر، حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم، سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم محفوظ هست، به شرطی که ما رجوع کنیم به ائمه حدیث گذشته و حال تا اینکه صحت و سقم احادیث رو در بیاریم و غربالگری کنیم، که این هم شده الان خیلی راحت میتونیم به دست بیاریم، خیلی راحت میتونیم با یک پژوهش خیلی ساده، حتی با سرچ ساده ای تو یکی از سایت هایی که در این زمینه ساخته شده هست میتونیم راحت پی بریم به روایات و صحت روایت و سندهای مختلفی که هر روایتی در هر زمینه ای داره. نکته سوم این هست که در هر زمینه حدیث حجیت داره و چیزی به نام تقلید ما در هیچ زمینه به عنوان وظیفه شرعی نداریم. وظیفه شرعی به عنوان تقلید وجود نداره. به عنوان یک ضرورت شرعی میتونه باشه. ضرورت اینه که انسان هست توان و قدرت تحقیق و پژوهش نداره، از یک عالمی به هر حال حکم رو میگیره، تقلید میکنه. ایش میتونیم بگیم تقلید. ولی در واقع پیرو میکنه از یک انسان، یک عالمی که بهش اعتماد داره. اما به عنوان یک وظیفه شرعی چیزی به عنوان تقلید وجود نداره. اون چی به عنوان وظیفه شرعی وجود داره اطاعت از سنت است. سنت رو از کجا بگیریم؟ خب طبیعتا از عالم باید بگیرید، از مراجعش بگیرید. طبعا از قرآن، از کجا باید قرآن رو بگیرید؟ خب بازم خودتون دسترسی دارید بگیرید، نمیتونید از عالمی که اهل قرآن باشه بگیرید. در مجموع اون چی که به عنوان تقلید برای ما معرفی کردن وجه شرعی درش نیست، مگر برای افرادی که توان رسیدگی به رسیدن به مراجع رو ندارند، به منابع علمی رو ندارند، که برای اونها به عنوان یک ضرورت هست، نه به عنوان یک فریضه، یک ضرورت. ضرورت خب میدونید که خوردن گوشت خوک هم یک ضرورت است، برای مباح است برای فردی که در موقعیت خاصی قرار بگیره. در غیر این صورت تقلید در واقع مذمت شده است، یک امری هست که پسندیده در شریعت نیست. هر انسانی باید تا حد توان سعی و تلاش خودش رو بکنه که حقیقت رو از منابع خالصش در بیاره. حداقل اهل علمی که از قرآن و سنت پیروی میکنند و منبع قرآن و سنت رو اطلاع دارند، با اونها حداقل ارتباط داشته باشه. اما این که بیاد از یک فردی که خودش میگه من مقلد هستم و مقلد کسی دیگه هست و اون مقلد کسی دیگه هست، مثل این میمونه که یک کور دست خودش رو بده به یک کور به نابینای بعدی، به این صورت یک سلسله درست کنن، بگن ما 10 قرن هست، از قرن 4 تا به حال ما همه مقلد هستیم. مذاهب در قرن 4 تشکیل شد. قبل از قرن 4 ما چیزی به نام مذهب نداشتیم. این قرون متأخر بود که مذهب رو، مذاهب رو تدوین کردن و شرایط طوری شد که در هر منطقه یکی از این مذاهب ترویج پیدا کرد و بعدها حتی مردم این القا رو کردن که واجب هست اتباع از مذاهب و تقلید هم که به عنوان یک فضیلت یا فریضه برای همه تعیین کردن و برای اثبات حقانیت مذهب هم تمام احادیث رو تعویل کردن و اطاعت از رسول کلا منتفی شد. چیزی به نام اطاعت رسول اصلا معنای پیدا نکرد. امروز اینطوری هست، اون کسی مقلد هست، اطاعت رسول اصلا براش معنایی نداره، چون مقلد هست. مقلد یعنی اینکه اون چیزی که از مذهب براش رسیده اون رو باید انجام بده. اونم که مذهب هم که یک فردی مقلدی براش نقل کرده که مقلد از مقلد دیگه و بالاخره میرسه به یک فردی که در بین آرایی که در داخل مذهب وجود داشته چیزی رو انتخاب کرده. اونها کیا هستن؟ سلسلش طولانی هست، ولی در کل اینه که چیزی به نام اطاعت از سنت در ضمن تفکر تقلید نمیتونه وجود داشته باشه، عملا نمیتونه وجود داشته باشه. یک مقلد نمیتونه متبع سنت باشه، چون اصلا اطاعت از سنت رو به طور مستقیم بر خودش واجب نمیدونه، بلکه تقلید رو و اتباع رأی مذهب رو بر خودش واجب میدونه. به هر حال این هم جزو
امور بنیادینی هست که متاسفانه ما در قرون متأخر به جایی که به عنوان شرطی از شروط ایمان بشناسیم، این رو برعکس به عنوان فضیلتی شناختیم و خودمون رو از سنت محروم نگه داشتیم. سنت پیامبر بسیار آسون هست. اگر اقوال فقها فهمیدنش و نمیدونم نقل کردنش و ترجیح دادن برامون آسون هست، قول پیامبر صلی الله علیه و سلم اولویت داره. و فقها هم بر حال به یک حد معین تونستن به مصادر و کتب و مراجع دسترسی داشته باشن. امروز ما اون چیزی که در اختیار داریم و دسترسی داریم به مراتب بیش از اون چیزی هست که اونها در اختیار داشتند. امروز ما در عصری هستیم که اون چیزی که بعد از اونها تدوین شده، همه اونها به صورت خیلی مرتب و منظم و در ضمن یک سری نرم افزارهای بسیار ساده در اختیار همه قرار گرفته. هر طالب علم ساده ای که فقط ابزار ابتدایی علم رو داشته باشه میتونه راحت به مراجع دینی دسترسی پیدا کنه، برخلاف گذشته که در زمانی که ائمه فقهای ما بودن، در اون موقع اصلا احادیث به طوری که تدوین شده امروز حتی تدوین شده نبوده. به طور طبیعی اگر تدوین احادیثی رو هم تدوین شده بوده، خیلی محدود بوده در دسترسی اونها. در نتیجه اجتهاداتی کردن، آرایی که داشتن در حدی بوده که امکانات علمی داشتن، اما تدوین احادیث و جمع آوری احادیث، همه اینها بعد از دوران ائمه فقهای بزرگ قرن اول و دوم صورت گرفته و به طور تدریج این تدوین و پژوهش در ضمن نتون دینی و اجتهاد بسطی و عمق بیشتری پیدا کرده و امروز در اختیار ما منابع بسیار زیادی قرار داده. در نتیجه معنایی نداره که یک انسانی که اهل علم هست، یک انسانی که ابزار علمی رو داره، یک انسانی که میتونه به کتب و به مصادر علمی رجوع بکنه، بگه من مقلد هستم. این یک نوع خلل در ایمان و اتباع رسول و ایمان به رسول تلقی میشه. یک فردی که 8 سال 10 سال درس دین بخونه، باز هم بگه من مقلد هستم، دیگه این برای اون، برای این چنین فردی نه تنها به عنوان یک موضوع مباح و ضرورت تعریف نمیشه، بلکه به عنوان یک عمل ساختار شکن در ضمن اصول دینی و باورهای ایمانی تعریف میشه. میان برنامه رو هم میبینیم، بعد از میان برنامه برخواهیم گشت و ادامه آیات رو بررسی میکنیم. ایزدی دارد
ایشان از سر مدیدارد بود نطق خداوندی غم ابلیس مکار بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على رسوله الامین و على آله و صحبه اجمعین با عرض سلام و مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه تدبر در قرآن کریم رسیدیم به آیه 66 سوره نساء که در ارتباط با اهمیت و محوری بودن اطاعت از پیامبر صلی الله علیه و سلم در مسائل اختلافی و در منازعات برامون توصیه اساسی و بنیادی نداشت داشت و گفتیم که وظیفه ما هست که در هر زمینه‌ای در هر مسئله‌ای در هر موضوعی دچار اشکال شدیم دچار درگیری شدیم دچار اختلاف شدیم چی میخواد موضوع فقهی باشه چی میخواد موضوع فکری باشه چی میخواد موضوع حقوقی باشه چی میخواد در اختلافات خانوادگی باشه رجوع کنیم به شریعت الهی و به همین صورت سنت نبوی کسانی که در این زمینه اطلاعات و علم راسخی دارن اونها رو به عنوان حکم قرار بدیم تا این حکم شرعی رو به ما بگن و ما هم تابعیت کامل از حکم شرعی بکنیم نذاریم که شیطان و منافع و مصالح دنیا باعث بشه که بیتوجهی کنیم به احکام شرعی و سعی و تلاش داشته باشیم تا اون چه که به نفع ماش و منفعت ما رو در برداره رو حاصل کنیم الله متعال در آیه 66 در ارتباط با خیلی از افرادی که فکر میکنن در واقع اظهار ایمان میکنن و اطاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم رو مدعی هستن میگه که ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم اگر ما برشون مقرر میکردیم یعنی وظیفه براشون تعیین میکردیم که خودتون رو به قتل برسونید یعنی خودتون رو به قتل برسونید میتونه زمینه های مختلفی رو داشته باشه میتونه در عرصه های مختلف مطرح باشه
یکی از مواردی که در تاریخ میاد میبینیم که حضرت ابراهیم علیه السلام بهش وحی میشه که فرزند خودتو قربانی کن. خب به طور عموم خیلی ها مکلف میشن برای جهاد و مبارزه ای که درش تقریبا احتمال زنده در رفتن براشون خیلی کم پیش میاد، ولی مهم اینجاست که اگر ما برشون همچنین وظیفه ای رو تعیین میکردیم به طور سریع که خودتون رو به قتل برسونید یا او اخرجوا من دیارکم، یا اینکه از خانه و زندگیتون بیاید بیرون، یعنی اون چی که دارید هر چی که در اختیار دارید تمام امکانات خودتون رو رها کنید، خب کار بسیار دشواری هست. ما فعلوه الا قلیل منهم، ایده خیلی کمی بودن از اینها که انجام میدادن. از صحابه افراد خیلی از انگوش شماری بودن که پیامبر صلی الله علیه وسلم در مدح اونها و در ستایش اونها این آیه رو ذکر کردن که اگر واقعا اگر براشون این چنین فریضه ای واجبی بشه پا عقب نمیذارن. از جمله عبدالله ابن رواحه هست، از جمله وقت صدیق رضی الله عنه هست، از جمله عمر فاروق رضی الله عنه هست که بار صحابه اشری مبشره همشون از همین جمله بودن. و در این حال ولو انهم فعلوا ما یوعظون به، اگر اون چی که ما بهش توصیه کردیم بهش نصیحت کردیم و از کردیم بهشون ابلاغ کردیم رو اگر اینا انجام میدادن لکان خیرا لهم و اشد تثبیتا، براشون بهتر بود و ثبات و پایداریشون رو بر دین بهتر بیانگر بود. این خاتمه در واقع در ارتباط با تمام آموزه هایی هست که در ضمن احکام شرعی برای هر انسانی میاد. این ابتدا شرایطی رو میاره که در واقع اون چی که الله متعال برای اون مقرر کرده سخت و دشوار نیست که بگه خودتون رو بکشتن بدید یا اینکه کل زندگی و خانه‌تون رو ول کنید. اون چی که هست در واقع وظایف شرعی هست که در حد توان و بسیار سهل و آسان هست. و در کل اگر اون چی که به ما توصیه شده در هر زمینه ای رو ما انجام بدیم این برامون در واقع بهتر و اثبات ثبات و پایداری ما رو بیشتر خواهد کرد. و اذن لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما و لهدیناهم صراطا مستقیما، در نتیجه این عملشون و پایبندی به توصیه ما اجر عظیمی رو هم میگیرن در آخرت، و در دنیا هم راه مستقیم رو به دست میارن. و لهدیناهم صراطا مستقیما، مسیر راست رو به دست میارن. جالب اینجاست که انسان در پی هر اطاعت و پیروی که از سنت داشته باشه در هر زمینه ای هم نتایج اخروی رو داره که در واقع اصل براش نتایج اخروی هست، اجر عظیمی هست که در آخرت به انسان عطا میشه، و هم نتایج دنیوی داره که هر نیکی راه نیکوکاری رو برای انسان باز میکنه. هر استسلامی در ارتباط با حق و حقیقت بصیرت و بینایی انسان رو افزایش میده. لهدیناهم صراطا مستقیما، برامون راه مستقیم و راه راست رو برامون نشانگر هست. اطاعت از هر حقیقتی برامون نتیجه‌ای که در برداره بسیار ارزشمند هست. نتیجه هدایت، بصیرت، بینایی حق و حقیقت هست. باید ما همیشه این حقیقت رو فراموش نکنیم که اگر بخوایم راه راست رو به دست بیاریم باید راست باشیم. راستی در کجا هست؟ در اونجایی هست که ما اون چه که بهش توصیه میشیم اون رو انجام بدیم، در هر زمینه ای، در هر وضعیتی که هستیم.
در این میان ثبات رو به دست آوردیم و این ثبات در واقع همون هدایت در راه مستقیم است. هر خیری خیر میاره و هر شری برعکس شر میاره. هر عمل کرده نیکی نیکوکاری رو برای انسان سهل و آسان میکنه و هر عمل کرده بدی دروازه از بدکاری رو برای انسان باز میکنه و بر قلب انسان نکته سیاه رو میذاره و فهم و درک صحیح و حقیقت رو از انسان سلب میکنه. بر این اساس باید ما همیشه حریص باشیم تا اینکه همیشه حرص داشته باشیم تا اینکه در هر موضوعی حق و حقیقت رو دریابیم، در هر موضوعی حق و حقیقت رو پیروی کنیم. دریافتیم، خب به طور طبیعی زمینه پیروی پیش میاد. پیروی کردیم، ثبات بر دین رو باعث میشه. ثبات بر دین صورت گرفت، به ما بصیرت داده میشه و حقیقت رو بیشتر خواهیم تونست دریابیم. این تسلسل یک تسلسل مستمر است. برعکسش هم باز وجود داره. به هر اندازه ما چشمای خودمون رو بستیم، کورکورانه پیروی از این و اون کردیم، سعی و تلاش برای یافتن حقیقت نکردیم، برای پیدا کردن یک جنس ارزان قیمت خوب سعی تلاش کردیم، بازار رفتیم، وقت گذاشتیم، گشتیم، هزینه کردیم، ولی برای فهم و درک وظایف شرعی خودمون و دین خودمون هیچ هزینه نکردیم، هیچ سعی و تلاش نکردیم، هیچ وقت نگذاشتیم، هیچ قربانی ندادیم، اصلا فکر نکردیم. هرچی که از آبا و اجداد پدرانمون به ما رسیده بود همون رو گرفتیم و بدون توجه به اینکه حقیقت هست نیست، درست هست یا غلط هست، ازش اطاعت کردیم، بهش افتخار کردیم. خب به طور طبیعی وقتی که با این رفتار و با این عمل کرد بخوایم ما مسیری رو بریم، خب طبیعتاً یک انسانی که چشمشو ببنده و مسیر رو بره از جاده بیاد بیرون، به هر اندازه ادامه این مسیر بده از جاده دور میشه، چون از اون که حقیقت رو نمیتونه تشخیص بده. یه انسانی که چشم بسته و تقلید داره پیش میره، به هر اندازه فعالیت میکنه فعالیتش به هدر رفته هست، چون اطاعت از دین وجود نداره، اطاعت از بدعت هست و کل بدعت دلاله و کل دلاله فی النار. هر گمراهی هم در واقع نهایتش عاقبتش عذاب الهی هست. در نهایت الله متعال ما رو بشارت میده به یک حقیقتی و اون این هست که و من یطع الله و رسول، اون کسی که اطاعت از الله و رسول رو کرد، تأکید همش بر اطاعت الله، اطاعت رسول، اطاعت الله، اطاعت رسول، یعنی باید همه هر دوی اینها مصداقیت داشته باشه، هر دوی اینها منبع درست و صحیح داشته باشه و هر دوی اینها در عرصه های مختلف زندگی انسان نمود پیدا بکنه. کسی که به این دو اصل پایبند موند در هر عرصه، در هر موقعیتی، در هر وضعی، در هر موضوعی، فاولائک اینا هستند، مع الذین انعم الله علیهم، با کسانی که الله متعال به اونها نعمت داد. دقت کنید، ما در هر نمازی ما آموزش داده که الله متعال که بگید اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، صراط الذين انعمت عليهم، در هر نمازی برای اون الله متعال این آموزش داده که ما این دعا رو بکنیم. همونطوری که ما آموزش داده که این دعا رو بکنیم و در فکر این حقیقت باشیم که راه انعمت عليهم رو بدونیم،
به ما این راه رو هم گفته، یعنی هم در ما دغدغه یافتن راه رو ایجاد کرده و هم دغدغه اطاعت از این راه رو پدید آورده و هم در ما حراس دور شدن از این راه رو ایجاد کرده. در هر نمازی ما میگیم اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، و در اینجا هم باز ما میگه کسانی که انعم الله علیهم کیا هستن؟ من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین، این افرادی که هممون اینها رو به عنوان افراد سرمشق میشناسیم، انبیا، صدیقین. صدیقین تمام پیروان صادقی که پیروی صادقانه از نبی اکرم صلی الله علیه وسلم و از انبیا کردن. ما ابوبکر صدیق رو چرا میگیم صدیق؟ به عنوان پیروی صادقانه ای که از پیامبر صلی الله علیه وسلم در هر موقعیتی کرد، زندگی خودشون کلا وقف زندگی پیامبر صلی الله علیه وسلم کردند. و شهدا، اون کسانی که زندگی خودشون رو هدیه کردن به راه انبیا، افرادی زندگیشون رو وقف کردند، صدیقین، افرادی زندگی خودشون رو هدیه کردند به راه انبیا، و افرادی هم در راه انبیا با نیکی و اطاعت، با نیکی و اطاعت مسیر طی کردند. صالحین، نیکوکاران، این افرادی هستند که الله متعال به اونها نعمت داده. اینها شرط همراهی با اونها چی است؟ یطع الله و رسول. ما دعایی که میکنیم اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، جوابش اینجا هست. الله متعال میگه که و من یطع الله و رسول، شما اطاعت الله و رسول رو بکنید، به دعای خودتون یا به هدف خودتون رسیدید. دعا و اجابت دعا و شرط اجابت دعا همه با هم وجود داره در این قرآن. دعا وجود داره، بگیم اهدنا الصراط المستقیم، شرط اجابت دعا این هست که اطاعت از الله و رسول بکنیم تا به این هدف برسیم. و حسن اولئک رفیقا، رفاقت اینها هست که بهترین و والاترین رفاقت و همراهی هست، اون چیزی که همه باید بهش افتخار کنن و هر کسی باید در پی رسیدن به اون باشه. ذلک الفضل من الله، این فضل از جانب الله متعال است. و کفا بالله علیما، الله متعال کفایت میکنه در علم و آگاهی که بر این راه و مسیر بهتون میده. کفا بالله علیما، کفا بالله شهیدا، کفا بالله وکیلا. وقتی که این جمله رو ما میاریم یا این جمله رو میخونیم یا این جمله رو به زبان میاریم، در واقع حصری رو میکشونیم در حدود یک موضوع. کفا بالله وکیلا یعنی به عنوان وکیل، به عنوان حامی و حمایت کننده الله متعال کافی هست، به او ارجاع میدن و به او میسپارن دیگه، هیچ دغدغه‌ای و هیچ گونه مشکلی نخواهم داشت. کفا بالله علیما یعنی از مستر وحی اون میگیرم، از منبع شرع اون میگیرم و هیچ گونه حراسی ندارم که مسیر رو گم کنم، هیچ گونه حراسی ندارم که به انحراف کشیده بشم، هیچ گونه حراسی نخواهم داشت که راه گمراهی رو طی کنم. الله متعال به ما آموزش داد که ای بنده من، این رو از من بخواه، یعنی
دغدغه ذهنیت قرار بده، یعنی در فکرش باش، یعنی اینکه پسش و پشتش برو، زحمت بکش، فکر کن، اهدنا الصراط المستقیم. و باز به ما میگه کفا بالله علیم، و میگه الله متعال علمی که در اختیارتون گذاشت، وحی که براتون فرستاد، شریعتی که براتون ارسال کرد به عنوان خاتم المرسلین براتون مبعوث شد، براتون کافی است. اگر بهش برسید، اگر بتونید خودتون رو ازش جدا نکنید، اگر موانعی که بین شما و بین سنت گذاشته شده رو بردارید، اگر موانعی که بین شما و قرآن گذاشته شده رو بردارید، تقلید یک مانع هست، چشم بستن یک مانع هست، تدبر نکردن یک مانع هست، وقت نگذاشتن یک مانع هست، غافل ماندن یک مانع هست، هوا و هوس یک نوع مانع هست، شهوت ها مانع هست، این موانع رو برداریم، اون موقع برامون حقیقت ها روشن میشه، قرآن و سنت برامون روشن میشه. در نتیجه کافی هست علمی که الله متعال برامون فرستاده و فضلی که الله متعال در اختیارمون قرار داده. امام مسلم روایتی رو میارم از حضرت ربیعه ابن کعب اسلمی، میگن که کنتو ابیتم عند النبی صلی الله علیه وسلم، من گاهی رو شبهایی رو پیش پیامبر صلی الله علیه وسلم میگذروندم، برخی از صحابه نزدیک پیامبر، کنار پیامبر، حتی مثل حضرت ابو هریره، کسانی بودن به نام اصحاب صفه، اینا کسانی بودن که در جلوی مسجد نبی که خانه پیامبر صلی الله علیه وسلم بود همونجا میخوابیدن تا اینکه بتونن فرصت بیشتری رو پیدا کنن از پیامبر صلی الله علیه وسلم بیشتر آموزش بگیرن و استفاده بیشتری رو ببرن. میگه پیش پیامبر صلی الله علیه وسلم شب میگذروندن، پیامبر اومدن بیرون برای وضو گرفتن، فأتیته به وضوئه و حاجته، براشون آب وضو رو آوردم. از من گفت، پرسیدن که سل، از من بپرس چه سوالی داری؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم خب از وضعیت فرد یا از چهره فرد تشخیص میدادن که این فرد حتماً سوالی داره، موضوعی رو براش مبهم هست یا یک خواسته ای داره. منم یه گفتم که یا رسول الله اسألو که مرافقتك فی الجنه، من از تو میخوام که در کنار در جنت باشم، دوستت دارم. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن اما غیر ذلك، آیا غیر از این چیز دیگه هم میخوای؟ گفت نه، هو ذاک، همین رو میخوام فقط که با کنار تو باشم در جنت. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن که قال فاعنی علی نفسک بکثرت السجود، در این زمینه با من همراهی کن با کثرت سجود، با کثرت سجود یعنی نماز نوافل. نمونه ای از روشنگری هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای کسانی که عشق و علاقه و محبت خاصی بهشون داشتن رو نشون میده، اصول و ضوابطی که درش هیچ گونه مصلحت منفعت فردی نیست که بگن بیا خدمت منو بیشتر بکن، به من برس، برای من چیزی رو تعیین کن، نه، برای اهل بیت من برو، نمیدونم در آینده، نمیدونم برای کسانی که از اهل بیت من شهید میشن برایشون روزه بخون. فعینی علی نفسی که به کثرت سجود، ارزش ثابت توسل به سجود هست، سجده و سجود وقتایب، اون چی که قرآن کریم میگه سجده کن و الله نزدیک بشو، و به هر اندازه به الله متعال نزدیک شدید و
به اون اندازه موقعیت و جایگاه بهتری رو به دست خواهید آورد. خیلی از صحابه بودن که این دغدغه رو داشتن و میگفتن یا رسول الله وقتی که ما با شما هستیم خب آروم هستیم، ولی میترسیم که فردا که از بینمون رفتید که از هم جدا بشیم در قیامت، به شما جایگاه خاص خودتون در بهشت خواهید داشت. پیامبر صلی الله علیه و آله میگن که اینها میگن که الله متعال صدیقین و نبیین و صالحین و شهدا رو با هم جمع میکنه، شرایط موقعیت دیدار همه ما با هم پیش خواهد اومد. فقط این نیست، بلکه این موضوع رو پیامبر صلی الله علیه و آله به طور نهادینه در موارد بسیار عدیدی در فعالیت های اجتماعی هم مطرح میکنند. حضرت ابو سعید خضری میگن که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند التاجر الصدوق الامین مع النبیین و الصدیقین و شهدا. تاجر صادق امین با نبیین هست، با صدیقین شهدا در قیامت هست. فضایل اعمال به این صورت در زمین های مختلف برای افراد مختلف نمود پیدا میکنه. پیامبر صلی الله علیه و آله برای یک فرد که از پیامبر ازشون میخواد که با ایشون باشن میگن نماز، نوافل زیاد بخون. با یک فرد دیگه یا در یک موقعیت مجلس دیگه در ارتباط با تاجر امین میگن. و به همین صورت در موارد مختلف پیامبر صلی الله علیه و آله پرسیده شدن که سوال عن رجل يحب القوم، کسی رو دوست داره. فقال المرء مع من احب، انسان با اون کسی که دوستش داره خواهد بود. یعنی محبت، دوستی، صداقت، همه اینها در واقع آخرت نیکی رو باعث میشه که در حقیقت نهایت میشه با صدیقین و شهدا و صالحین. و به طور مختصر میتونیم بگیم همون حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم، همون آیه‌ای که من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من الصدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا. این در ارتباط با همه این صدق رو داره. دوستی پرسیده که عکس گرفتن با موبایل گناه داره؟ عکس گرفتن با موبایل در حقیقت براش نمیتونیم ما اثبات گناه کنیم، مگر اینکه منجر به گناه بشه. به این معنا که مثلا شما عکسی رو میگیرید از خانواده یا از فردی که به هر حال از خانوادهتون محرم هست، حجاب کامل نداره، بعد این عکس در معرض دید برای کسانی قرار میگیره که اونها در واقع نباید ببینن، میتونه سبب بشه. اما به طور مطلق عکس گرفتن، اون چی که بنان تصویر میاد در حقیقت عکس گرفتن نیست با موبایل یا با دستگاه. تصویر کشیدن عکس هست که نقاشی عکس فرد، هنری هست که افراد از خودشون نشون میدن. این هنر تشابه پیدا میکنه با صفت پروردگار متعال که مصور هست، که این حرام هست، جایز نیست. سال دیگه پرسیدن که آیا سوره یاسین گفتن 7 بار بخونید دوز پیدا میشه؟ این چنین دلیلی در سنت و در قرآن وجود نداره که با خوندن 7 بار یاسین دوز پیدا میشه. به هر حال ولی دعا کنید میتونه دعا اجابت بشه و دوز هم پیدا بشه. الله متعال همه ما رو در پناه خودش حفظ بکنه و با قرآن خودش ثابت و دائم مرتبط نگه بداره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.